امروز چه مطالب جالب تازه‌ای برای ما تدارک دیدن. درود بر شما. درود بر شما استاد سیروس شرفشاهی. درود دارم به برادرم امیر شجره، مرجان جان عزیز، کارگردان برنامه شهرتی و همه مهربانیاران و نازنینهایی که در سراسر جهان نشستن و ما رو میبینن. آرزوی تندرستی برای شما استاد سیروس شرفشاهی. خسته نباشید. خیلی ممنون. همچنان در میدان و با شما هستم مهربان یار. بله، میخوایم ببینیم که امروز چه مطالب جالبی رو برای این برنامه تدارک دیدیم. استاد سیروس شرفشاهی، امشب اسناد بسیار مهمی رو خواهیم دید که با اتکا به این اسناد پی میبریم که چقدر وضع ایران خرابه، چقدر ملت ایران بدبخت و بیچاره و چقدر این به قول پادشاه ایران، پادشاه نازنین ایران و احمد رضا شاه آریامه، این اکثریت خاموش چه زیانی دارن. هر روز که نه، هر سال و هر قرن رو تا این 1403 سال بزرگی و عظمت و شکوه ایران وارد کردن این اکثریت خاموش. و این همه بچه ها، جوان های نازنین رعنای ما دارن کشته میشن تا این سالها و این اکثریت خاموش اشتکانی نمیخوره. گزارش که آقای دکتر قرقوزلو به اطلاع ما رسوندن، همین جریان مسئله اتم که مطرح داره میشه و قطعنامه اگر تصویب بشه و اینها، یادتون نره مردم ایران، همه اینها هر آنچه داره هر روز پیش میاد، هدف پنج آیه نخست سوره روم هست که ایران باید نابود بشه. اگر تو این سالها ایران که فیل بوده، پیش از این نقشه رو برید ببینید، برید ببینید که زایش اسلام ایران چه بوده، در جهان چه بوده، چقدر بزرگ و گسترده بوده، از همون 1403 سال تا الان که آخریاش دیگه همین چیزای خلیج فارس بود و چیزای گرجستان بود و قفقاز بود و قراردادهای ترکمنچای و چه و چه که از ما گرفتن، اون فیل بزرگ ما که تازه با قول یکی از دوستان میگفت یک فیل هم نه، دو تا فیل کنار هم رو حالا گربه کردن به این کوچکی. و هدف هم الان از هنگامی که پادشاه رو با برنامه پیش ساخته شده کراش 57، سقوط 57 پیشا پیش نوشته بودن، برنامه‌ریزی کردن، عملی کردن، هدفشون نابودی ایرانه. الان هم استاد شرفشاهی، 8 سال جنگ ایران پیش از اینکه جنگ ایران عراق شروع بشه، ارتش ایران رو نابود کردن. هدفشون این بود که ارتش بیاد به مردم تیراندازی کنه که بعد انقلاب به سیاه مردم خودشون بریزن ارتش رو نابود کنن، که نکردن. ذکاوت ها چنین اجازه رو نداد، ارتش سالم بود. دیوان های زنجیری رو مثل خرخاری گماشتند که اینها زدن و کشتن، و اون قهرمانانی که میلیاردها دلار خرجشون شده بود هر کدوم، یعنی جمعا هر کدوم چند میلیون دلار، دسته دسته خلبان، امیر ارتش، نیروی هوایی و چه کشتن، که تا الان که 43 سال گذشته لیست اینا رو منتشر نمی کنن. لیست بزرگان. حالا استاد سیروس شرفشاهی، از مدارکی که ما داریم، اولین ویدئویی که داریم که یک دقیقه است، یک نشستی رو در خانه خامنه‌ای، در یعنی همون سالن تئاترش، نشون میده که این میتونه به این اکثریت خاموش که دیگه از این بعد شما هر چی دلتون میخواد بیلا بگین، چون اینا دارن واقعا بعد از این همه پایداری ها ایران رو نابودش میکنن. استاد سیروس شرفشاهی، یعنی شما ببینید چه کارهایی شد از همون اول جنگ ایران و عراق، از یک سو که جهان عرب نه، جهان پشتیبان صدام حسین بود الا اسرائیل. فقط اسرائیل به ما اسلحه داد. آری بن مناشه، مشاور امنیتی موساد، ایرانی الاصل، کتاب پول و خون رو نوشته، رئیس عملیات بود، یک سال به خاطر ما در آمریکا زندانی شد و تمام اسلحه‌ای که ایران احتیاج داشت، لوازم یدکی که احتیاج داشت ایران میداد. همه کشور، حتی همین فلسطینی که اینا الان دارن چندین سال چه میگن، همین فلسطینی‌ها تمامی گروه‌هاشون با صدام حسین بودن.
و من خودم اینها رو دیده بودم در بیروت همون روزای اول انقلاب سیاه. میگفت آقا شما که شما میگفت ما این من اجل هذا، این عرق و ودکا و ویسکی و آبوجه و شرابشون در دستشون بود، میگفتن این دوام داشته باشه. خب حالا ارتش تونست بمونه 8 سال مقاومت بکنه، بیاد بچه ها رو آموزش بده. اسم ارتش الان نمیارن که ارتش بود که ایران رو نجات داشت، ارتش شاهنشاهی اسم این سپاه پاسداران گذاشتن که همه شون الان ما میبینیم تا چه هستن. استاد سیروس چرفشه، این فیلم کوتاه مال خامنه ای شورش در برابر خامنه ایست. یعنی به مردم میتونه این امید رو بده که مردم اگه مثل این 4 تا بچه شجاعت شما داشته باشید که مثل گله تو این سالها شما رو بردن پیش خمینی و حالا خامنه‌ای و شما هم اینجوری کردید زر زدید از اونها خواستم، مثل 4 تا بچه که شورش میکنن که خامنه‌ای پا میشه در میره. استاد سیروس شرفشاهی خیلی مهمه، نخستین بار اتفاق خامنه‌ای از تو جلسه پا میشه فرار میکنه میره تعتب پتوپت میفته، قضیه رو از دستش در میره اداره یک جلسه که میبینین بچه هم کوچکن، اینا بسیجی هم هستن تازه، و پا میشه در میره. خب یادتون نره مردم، هیتلر همون روزی که ساقط شد روز قبلش برای 700,000 نفر سخنرانی میکرد. نیکولا چائوچسکو رو شما دیدید و من لایو خودم میدیدم، 100,000 نفر در اون میدان بودن، 100,000 نفر مثل گوسفند، مثل همین گوسفندی که برن نماز جمعه، مثل همین 88,000 گوسفندی که رفتن مکه، مثل گوسفنده دیگه، مثل گوسفند اونجا وایستاده بودن صحبت های نیکولا چائوچسکو رو گوش میکردن، جلوس مثل الان خامنه ای این اتفاق میفته. یهو چون اونا زیاد بودن و اینا بچه ها تفلی کم بودن، یهو از تا حساب چند تا فقط شعار داده شد، بعد تمام 100,000 نفر شدن ضد نیکولا چائوچسکو، آوردنش پایین، بردن گذاشتن جلو جوخه اعدام. حالا بعدش چه بلایی سرشون اومد بمانه. ولی استاد سیروس شرفشاهی میخوام بگم که مردم امید داشته باشید، نترسید، ترس و وحشت نداشته باشید، خر نشید، هی گول نخورید، امید داشته باشید. ببینید این بچه ها از جونشون مایه میذارن در برابر خود خامنه ای سرش داد میذارن، وقت شماها از بچه های خودتون که 45 سال دارن میکشن. من یادم میاد استاد سیروس شرفشاهی از نوجوانان 17، 16، 14، 15 ساله ای که در ایران اعدام کردن، کشتن در شهرهای مختلف، در روستاهای مختلف، تا جوانای 20-25 ساله و تا همین الان از کیان و یکا بگیر و غیر، و چند تا معدود پدر مادر اینا آمدن در میدان، بقیه اصلا بچه رو خودشون رو فراموش کردن. اینه که این فیلم 1 دقیقه به شما مردم قدرت و نیروی مقاومت میده. میبینیم با هم کارگردان عزیزم. با این ویدیویی که دیروز به طور اتفاقی توسط سایت خامنه‌ای منتشر شد و بعد هول هولکی پاک شد، تکلیف هممون روشن شد. نظام طوری از داخل پوسیده که بسیجی 2 آتیشه یه رد شده از 100 تا فیلتر حفاظتی اینجوری خامنه‌ای رو جلوی اون همه آدم تارو مار میکنه و باعث میشه خامنه‌ای به تته پته بیفته. دوره مملکت سخته، واقعا سخته، یعنی اینجوری نیستش که هم اگر حالا همینطور با هم دیگه بخوایم دهن به دهن بکنیم که بیش نمیره کارا. وقت تمام شد و حرفها خیلی زیاده. شما رو دوست داریم، براتون دعا میکنیم، آینده شما رو انشالله. با این امید داشته باشید مردم. مردم ببینید اینها بچه های شما یک عمر خدمت کردن به این رژیم، بسیجی هستن، تا پای جون رفتن، نسل پیش از اینها هر روی مین رفته به فرمان اینها، ولی برای میهن شما ببینین با چه شجاعتی، با چه گستاخی جلوش وای میسن، فریاد میزنن، اعتراض میکنن. بابا اگه کار نکنن آقای شرفشاهی، از چون هدف اصلیتون نره،
هدف اصلی نابودی ایرانه. یعنی اگر لبنان داغون شده تا حالا، سوریه تا حالا داغون شده، عراق تا حالا داغون شده، جنگ ها رو اگر ارتش ذکاوتمند و زیرک شاهنشاهی ایران تا این 43 سال بعد از جنگ ایران و عراق تونست جنگ ها رو منحرف کنه از مرزهای ایران، الان دیگه کار تموم. الان این دفعه دیگه هدف خود ایران هست، چون این برنامه کمربند سبز کیسینجر و برنامه اسلامی کردن جهان و خشک کردن این سرزمین های نفتخیز، بیسکنه کردن سرزمین های نفتخیز برای که از نفتش استفاده بکنه. الان شما در نظر بگیرید تو سوریه و سیلس چرف شدید، توی عراق و حتی همین آقای ترامپ گفت نفت حدود 50%ش اینا میبرن، سابق میخریدن 10-15% سود توش بود، اینا الان 50% نفت منطقه اینا میبرن. ایران روزی 3 میلیون بشکه داره صادر میکنه، به نصف قیمت بازار داره میفروشه. بعد نیروهای نظامی که اینا پیاده کردن توی خود عراق، سوریه و جاهای دیگه دارن نفت رو میبرن همینجور، و هدف اینه که خراب بشه همه جا و اینا بیان اون منافع خودشونو ببرن. الان همین قطعنامه خیلی جدیه، خیلی جدیه. شما مردم تا این حد خودتون رو پایین نشون میدید. امروز سندی میخوام دیگه بهتون نشون بدم از وزیر خارجه خود جمهوری اسلامی، همون وزیر خارجه که خودش آمد توی پارلمان گفت جورج سوروس قبل از اینکه من وزیر بشم توی ایران بوده و دخالت داره و چه و من خودم گزارش های مامورش توی ایران رو ادیت میکردم، مینوشتم، میفرستادم امریکا. این وزیر خارجه امشب یه سندی، یک صحبت هایی براتون میکنه از یه ساعت صحبت 5-6 دقیقه چه گوش کنید که بفهمین الان که من و شما اینجا نشستیم استعمار برای این آخونده تصمیم میگیره. خود آخونده هیچ پخی نیستن، اینها نوکرای استعمارن. اما پیش از این میخوایم مشکینی رو ببینیم چند ثانیه که بفهمید که تا چه حدم به شما توهین میکنن. یعنی تا جریان خبرگان و کشته شدن رئیسی و اینا پیش اومد، استاد 33 شرف شدید اینا اومدن یک آدمی رو که قبلا اصلا از امام جمعگی بیرونش کردن، همین مشکینی رو. مجلس خبرگان شوخی نمی کنم، جدیه مردم، نخندین اگر خواستین بخندین. این مشکینی رو حتی توی خبرگان سابق جلسه میذاشتن بیرونش میکردن، به خاطر این که میگفتن بوی تعفن میده، یعنی پوشاک پاش میکرده، با پوشاک میرفته مثل یه بچه، بعد کار بد که میکرده بوش جلسه شون رو میگرفته. اینا عمدن این کار میکنن که شما رو تحقیر کنن. هدف تحقیر کردن ملت ایرانه، همونطور که الان توضیح میده وزیر خارجه خود جمهوری اسلامی، تا میگه که آقا ما تو رستوران نشسته بودیم، تو کنارش اتاق بود که وزیر کری، جیمز کری میخواد با ما مذاکره کنه، من ناخودآگاه رفتم ناهوا تو دیدم وزیر خارجه روسیه و نماینده اروپا هم اتوی ایستا دارن نقشه میکشن پشت سر ما. حالا می گوش میکنین چند دقیقه شما، این مطالب زیادی همه شما گوش کن، یعنی با شما دارن مسخرتون هم میکنن وقتی میان مشکلین میذارن رئیس مجلس خبرگان که حافظه نداره، آلزایمر داره، نمیدونه که الان توی آمریکا اون موقع که حرف میزده البته اوباما رئیس جمهور یا ترامپ، بعد پوشاک باید با پوشاک یه برابر ببرنش، بعد خود از نماز جمعه که اخراجش کردن از خبرگان هم اخراجش کردن، این میذارن برای شما که میخواد رهبر انتخاب کنه. من میبینیم استاد چرف شد، مرسی کارگردان برنامه. یکی دو جمله با آقای اوباما صحبت داریم و یکی دو جمله هم با در رابطه با اقلیم کردستان عراق. اوباما ترامپ، بله، یکی دو جمله با آقای اوباما صحبت داریم و یکی دو جمله هم با در رابطه با
اقلیم کردستان عراق. اوباما ترامپ. بله استاد سیروس شرفشاهی، از مشکینی از این نمونه ها ده ها نمونه است که در نماز جمعه که صحبت میکرد، حالا خبرگانی که نشون نمیدادن همه آخه امام جمعه بود، در نماز جمعه که صحبت میکرد از این اشتباهات اینقدر وافر بود در سخنانش که بیرونش کردن که دیگه نیاد نماز جمعه. مجلس خبرگان قبلی که پارسال مثلا جلسش تشکیل شده میشد، این چون پوشاک میبست و بوی تعفن میداد، اصلا گفته بودن آقا نیا تو، نمیومد. حالا عمدن این رو برای ملت ایران میذارن، کسی که میخواد رهبر انتخاب کنه، رئیس مجلس خبرگان، برای توهین بشه. حالا ظریف، استاد سیروس شرفشاهی، ظریف که میدونید من رو برنامه شما چندین سال پیش گفتم و حتی نوشتم مقاله و برنامه هم چند تا گفتم، ظریف وقتی که احمدی نژاد اومد، ایشون توی سازمان ملل بود، احمدی نژاد چون خواست این اخراجش کنه اونا، دو سال بود بعد خدمتش گفتن آقا برو کنار، گذاشتنش کنار و قرار بود که دو سال بعد یه جای دیگه بهش جا بدن، ندادن، بازنشستش کردن. ایشون بازنشست شده بود و همون موقع من گفتم چون ملیت آمریکایی داره میخواست بره آمریکا مقیم بشه، که تا روحانی اومد، چون خط اینها، حالا اون خودش باز در موردش باید صحبت کن، این خط چون خط استعماری است و همه اینا که اینا هستن نماینده های استعمار رنگارنگ هستن، ایشون اومد و شد وزیر امور خارجه و اینا و بارها اسراری رو مطرح کرده که خیلی جالبه. مثلا در همین نوار همینجا میشنوید که میگه اینها رو نباید پخش بشه، من میگم که بمونه مثلا برای بعدی که بمیری یا بعد 40 سال دیگه، الان پخش میشه که شما میبینید همین الانش رو برجام و رو کارهای دیگه بیگانگان هستن که برای ایران دارن تصمیم میگیرن، ولی اون ارتش شاهنشاهی تا حالا مونده از ایران پاسداری کرده، جنگ ها رو منحرف کرده، صدام حسین رو شکست داده، ارتش شاهنشاهی و چهار تا بچه پاسداری که اینها زیر فرمان ارتش شاهنشاهی که الان ارتش سانسور کردن، آقای شرفشاهی تو همین خلبان رئیسی، تو هلیکوپتر رئیسی، سه تا ارتشی با سابقه و تجربه بودند به عنوان خلبان، سرخلبان و تکنیسیان، اسم اینا رو اصلا نمیارن. یعنی تا این حد اینها کینه و دشمنی دارن، درست مثل سوره روم، همشون بنی هاشم تازی هستن و همشون از گرمت بنی هاشم نیستن، از قاجار دیگه، همه کینه دارن به نسبت سربلندی ایران آوره. حالا من خواهش میکنم که به این حرفای ظریف کلمه به کلمهشو گوش کنید، ببینید خودش داره میگه آقا ما تحت استعماریم، برای ما در میبندن، دارن تصمیم میگیرن، بعد من ناهوا میرم تو میبینم چه به چه هست. ببینیم با برجام امضا شد. روسیه در هفته آخر امضای برجام، همونجور که اون عکس رو اگر ببینید که وزیر خارجه روسیه در عکس نیست، حد اکثر تلاشش رو کرد که برجام به نتیجه نرسه. این حرفا رو حتما نمیتونید هیچ وقت منتشر کنید. خیلی حرفای مهمیه. بله. چی شد روسیه اینطور عصبانی بود؟ اینطور شد که روس‌ها فکر نمی‌کردن برجام به نتیجه برسه. یه اقدامی کردن در مورد غنی سازی. ما گفتیم ما غنی سازی رو برای نتنز رو برای بوشه. آمریکایی‌ها در ژنو پذیرفتن که غنی سازی مطابق با نیازهای ایران. خب ما هم گفتیم وقتی آمریکا با آمریکایی‌ها توافق کردیم که غنی سازی برای مصرف، گفتیم خب میگیم بوشه. روسیه اولین ضربه‌ای که زد به مذاکرات برجام این بود که گفت من بوشهر رو مادام العمر میدم. ما گفتیم در مذاکره که خب بوشهر رو روسا لطف میکنن، مادام العمر میدن، اما ما نمیخوایم همیشه متکی به خارج باشیم. روسیه اومد ضربه دوم رو به ما زد و گفت من هیچ وقت اجازه نمیدم شما از سوخت خودتون برای بوشهر استفاده کنید، لایسنس نمیدم به سوخت. ببینید روسیه، پس مقاومت ها بیش از اونی بوده که ما فکر میکردیم یا مردم فکر میکردن. حالا
من از طرفداران جدی رابطه با روسیه و چین هستم، اما معتقدم روسیه همسایه ماست، ارتباط با روسیه مهمه. چین کشوریه که در حال برآمدن، در سالهای آینده میشه قدرت اول، ولذا معتقدم به این. اما معتقدم رابطه ما باید با کشورها با چشم باز باشه. روسیه به نفعش هست که در روابط ما و غرب بحران نباشه، اما به نفعش نیست که روابط ما و غرب عادی سازی بشه، چرا که اگر روابط ما و غرب عادی سازی بشه روسیه دو ضرر میبینه. یک این که اولویت آمریکا و غرب، اگر آقای ترامپ اولویتش ایران نشده بود، اولویتش چین و روسیه. وقتی ایران میاد اولویت میشه، اولویت‌های دیگه میره به مراحل بعدی. یک. دوم، اگر ما نیازمند روسیه و چین باشیم برای به خاطر دشمنی با غرب، اولا که اونها هیچ وقت مجبور نیستن با کسی رقابت بکنن، ثانیا همواره میتوانن از ما بیشترین منافع رو ببرن. بازم من تکرار میکنم واسه اینکه یه وقت یه جایشو نبرن، ما باید با چین و روسیه رابطه داشته باشیم، کما اینکه باید با غرب رابطه داشته باشیم، کما اینکه باید با آمریکا تنش نداشته باشیم. من کلماتمو با دقت انتخاب میکنم. روس ها فکر نمیکردن برجام به نتیجه برسه. در هفته های آخر که دیدن برجام داره به نتیجه میرسه، شروع کردن پیشنهادهای جدید دادن. مثلا یک 10 میلیون به آرایتون اضافه میشه. نه اینو من نخواهم گذاشت شما پخش کنین که من رأی بگیرم. در هفته های آخر این برجامی که آقای توکلی میگه من نخوندم، ما دیدیم ما با آمریکایی‌ها در مورد همین این مکانیزم بازگشت که اونا بهش میگن به غلط اسنپ بک و ما هم باور میکنیم، ما با اینا به یک عباراتی رسیده بود. آقای کری اومد و به همکاران من یک عبارت جدیدی رو نشون داد. او یه اجلاس شانگهای. بله بله. عبارت جدید که هنوز نذاشتن ما عضوش بشیم. علتش هم ناظر هستیم. علتش هم اینه که اینها ملاحظات ژئواستراتژیک برای شانگهای اونچنان نداره. ملاحظاتشون چیز دیگه است. علارغم اینکه شانگهای یک کانتر الایانس، یک ضد ائتلاف. راجب اسنپ بک، راجب بازگشت. ما با یه متنی رسیده بودیم. آقای یا هیئت آمریکایی یه متنی رو دادن به همکاران من. گفتن این متن رو روسیه و فرانسه توافق کردن، ما باهاش موافق. خب همکاران من به اندازه من سابقه سازمان مللی نداشتن. دیده بودن متن بدی نیست، آوردن واسه من. من متن رو نگاه کردم، بهشون گفتم این خطرناکترین متن ممکنه. گفتن چرا؟ گفتم به خاطر اینکه بر اساس این متن ما هر 6 ماه یه بار باید بریم از شورای امنیت مجوز بگیریم. وقتی دیدن ما داریم به توافق میرسیم، یعنی از تمام اون موانع گذشتیم، شروع کردن به ایجاد مانع. یعنی در 3 ماهه اول سال 1394 روسیه تبدیل شد از کمک کنند، در 3 ماهه اول مذاکرات این کارو کرد که مانع این بشه که ما بتونیم غنی سازی رو بگیریم، با اینکه میگفت اصلا هم هدفش این نبود که غنی سازی رو نگیریم، ما هدفش این بود که توافق نشه. در 3 ماهه آخر هم وقتی دید داره توافق میشه، تمام قد اومد میدون، تمام قد اومد میدون تا روز آخر. شب آخر من نشسته بودم تو رستوران، ده آقای لاوروف شب قبلش ما داشتیم هی چانه میزدیم، من مجوز داشت رفتم تو یکی اومد گفت آقای کری گفته دیگه من بیش از این نمیتونم موافقت کنم. من تو رستوران نشسته بودم، داشتم شام میخوردم با بچه ها، گفتم خب من میام الان اتاق آقای کری. رفتیم دیدیم ای دل غافل، آقای لاوروف نشسته، آقای کری نشسته، خانم موگرینی هم نشسته. آقای لاوروف اومده اونجا که باید جلسه رو متوقف کنه. حالا از تصویر کنم، اتاق آقای کری نزدیک رستوران بود. بله. پاشدیم من پاشدم رفتم به سمت، گفتم میام خودم دیگه، بریم با خودش صحبت کنیم، نگفت به من کسی پلوشه. من رفتم و معلوم شد که آقای لاوروف رفته کری و موگرینی رو صدا کرده، گفته که من باید پاشم برم دیگه، من دیگه الان نمیتونم، میرم پنجشنبه برمیگرد. بله. من رفتم اونجا بود، دیدم اینا نشستن و کری به من گفتش که خب چی میگی؟ گفتم من واسه این قابل قبول، من این تعدادی که تو میگی من نمیتونم بپذیرم. لاوروف گفتش که خب پس تو که دستورالعمل نداری، پس ما بریم تا تو بری دستورالعمل تو بگی. گفتم به تو هیچ ربطی نداره. با همین لحن، یعنی یک لحن بسیار بی ادبانه، غیر دیپلماتیک، خیلی غیر. من آخه با لاوروف از سال 1994 رفیقی که اون موقع که اونم سفیر بود. آره اون وقت بهش گفتم، یعنی یک عبارت بی ادبی هم به کار بردم، فقط نان آف یور بیزنس که به تو ربطی نداره به کار، یه یو بسترد هم اضافه کردم، نه یه چیزی بین بیزنس و نان آف یور اضافه کردم که هم حدودا بود. بله، ولی بله. خب اصلا قابل ذکر نیست. اگه جنگ معلومه
آقا خانم شرمن، من تنها رفته بودم ولی اونا همشون با مشاورینشون معاون کری گفت ما بریم بیرون، خود فقط رؤسا بمون. من گفتم به تو چه ربطی داره که من اینستراکشن دارم، دستور عمل دارم یا ندارم؟ او به من رفت. من هر وقت صلاح دونستم دستور عملمو میگیرم. الانم من اجازه ندارم اینو بذارم. گفت داری وقت منو تلف میکنی. گفتم چی دارم وقت تو رو تلف میکنم؟ شما اون چیزی که من میخوام بهم بدی، من همینجا میرم دستور عملمو میگیرم. کری اینجا به حمایت از من درم. گفت جواد تا حالا حرفی نزده که اجرا نکرده باشه. لذا بعد من با فاصله چند دقیقه از آقای کری 7-8 نفر دیگر رو از لیست خارج کردم با فشاری که آوردم با هم اون فوش و فوشکاری، و بعدم رفتم تو اتاقم. من دستور عمل داشتم، اومدم و گفتم خیلی خوب قبوله. اینا هیچ کدوم استاد سیرس شرف شد مرزه فرمودید تو همین چند دقیقه اونطور که من یادداشت کردم 12 مورد استعماری رو ظریف بر می شماره که قدرت های جهان، البته اینجا سه تاش، یکی اروپا، یکی روسیه وزیر امور خارجش با آقای کری، اونا تو اتاق دربسته تصمیم میگیرن. این ظریف تو رستوران نشسته صداش میزنن که بیا آقای تصمیم ما گرفتیم برای ایران، برای اون برجام، برای اون میلیارد ها دلار پولای ایرانی که اینا مصادره کردن تا این سال ها، برای همین جنگ هایی که راه انداختن، یا اعتراف میکنه. یه نکته که از بین این 12 مورد مهم هست که ظریف تاکید میکنه اینه که میگه اولویت، میگه اگر اولویت ما نمی بودیم و نباشیم، اینها مجبورن با چین و خود روسیه درگیر بشن. به خاطر اینکه بعد وقتی یه مسئله الان ایران رو بردن تو سازمان ملل متحد، موارد دیگه رقابت های جهانی و امریکا با اونا فراموش میشه. بعد برای همونی که خودش داره میگه که مثلا چین در به زودی، حالا دراز مدت یا کوتاه مدت، اول قدرت جهان میشه. یعنی ما رو به عنوان توپ بازی ملت ما، مردم ما، جوانای ما که کشته میشن، چه میشن بازی میدن. و همونطور که قبلا گفتم دیگه، الانم ثابت شد تو برنامه خودم هم پس فرض شرح کاملی شدیم با اسناد، حتی قوه هایی مثل قوه قضاییه ایران، استاد سیدوس شرم شدی، 100% در اختیار این هست. از روز اول انقلاب، از روز اول انقلاب سیاه که زدن عمرای ارتش کشتن، زدن بزرگان و فرهیختگان ایران آریایی رو کشتن، جوانای ما رو، نسل شورشی رو، 120,000 نفر رو کشتن، همه اینها رئیسای قوه قضاییه که این حکمها رو صادر میکردن، بازرگان که نخست وزیر بود، مرتکه دیگه که رئیس جمهور بود، و علاقه که دیگه که چه بود، قوه قضاییه بود. دادگاه ها تا الان دادگاه ها هستن که ایران رو با اولویت میندازن با کشتار نسل نو و جوان ما، که اگر کسی هم میخواد یه کاری بکنه نمیتونه. و بعدم با آفرینش جنگ ها اون قدرتی که ایران تو منطقه داشته و باید داشته باشه، چرا تضعیف بکنم که به راحتی ایران بشه همون صحرای سوخته ای که میخوان، که بتونن از نفتش برکت ببرن. اگر مهر اهورایی نبود، اگر خردمندی این ارتشی های آموزش یافته قدیم نبود، آقای شرفشاهی، همون جنگ ایران عراق که همه رو کشته بودن، مغزهای ارتش ایران رفته بود، معجزه آسای ایران مونده تا الان. الان هم مردم، من دیگه بهتون بگم، امید پامیدینا با این وضعی که داریم میبینیم حمله میکنن، ایران رو با خاک یکسان میکنن، چون هنوز که هنوز تروریست پروری، پشتیبانی از تروریستی که به ما هیچ ربطی نداره، برید مطالعه کنید کلیت ایران در جنگ با ما میجنگید. لبنانی و فلسطینی و همه در کنار صدام حسین بودن. فیلماش هست آقای شرفشاهی، استاد اینا اینجا برم فیلم ها رو نگاه کنن. و حالا ما 40 ساله چون بیگانه در ایران حاکمه. این ترانه زیبایی که دارش خونده به مال معینی کرمانشاهی شعرش که بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران است. اینی که همه میگن اشغالگران تازی بایستیم، فرقه بایستی بره، تا اینا نرن، تا ایران پاک نشه از این چهره های پلید میلیونی دشمن ما. 88,000 نفر پاشدن رفتن آقای شرفشاهی مکه، تازه میگن 4,000,000 میخواستن برن. امید حد داره، اندازه داره، توان میخواد، قدرت میخواد، روپا برخواستن میخواد، فریاد میخواد، مثل بچه که جا
جلوی خامنه ای با اون شجاعت و گستاخی بچه ها داد دادن. استاد سیروس شرفی عزیزم، بله در خدمتتون هستم. بله، این مسئله جزایر خلیج فارس که متعلق به ایران است، جزیره این چینی ها هم حتی مزید که غیر مستقیم اعلام کردن متعلق به اماراته. این در پاریس در فرانسه چه جور بازتاب خبری داشته؟ برحال استاد سیروس شرفشاهی، ایران الان در جهان منزوی و تنهاست و همه کسایی که با ایران معامله میکنن و ازش بهره میبرن و اینها، حتی همون روسیه و حتی همون چین، اینها به هیچ عنوان در برابر قدرت مالی و سرمایه گذاری های میلیارد دلاری اعراب در سرزمین های خودشون از ایران پشتیبانی نمیکنن. سه تا جزیره رو فقط در یک مقطع تیمسار حبیب الله سیاری، این فرزند دلیر ارتش شاهنشاهی ایران که الان هم خب هست ولی آموزش یافته اون موقع هست، ایشون در یک مقطعی به عنوان فرمانده این جزایر رفت اونجا و اعراب میخواستن اون موقع نیرو پیاده کنن، میخواستن نیرو پیاده کنن که صحبت های خودش هست، حالا میشه دفعه دیگه براتون پخش کنم که وقتی میخواستن نیرو پیاده کنن، این پاشا با شجاعت با زن و بچهش رفت اونجا نشست. وقتی هم نشست گفت ما یک بیگانه پاشو بذاره اینجا، کشوری که اومده رو زیر خاک یکسان میکنیم، قطر باشه، امارات باشه، اون باشه، بیام ما شما رو نابودتون میکنیم، تمام این بیزنسی که توی سالها ساخته شده با خاک ایران با آب ایران همه رو نابود میکنیم. تا وقتی تیمسار سیاری اونجا بود و خب میدونیم که تیمسار سیاری استاد شرفشاهی 75% معلول جنگی است، یعنی بدن این آدم که با مهری یزدان پاک سرپا وایستاده همچنان 25% کار میکنه، 75% معلول جنگی تیمسار حبیب سیاری. ایشون حضورش اونجا خصوصا که با زن بچهش رفت و خصوصا همون هنگامی که گفتن بعد از ظهر اینا میخوان حمله بکنن، همون بعد از ظهر ایشون پرواز گرفت، زن بچهش رو برد اونجا و نیرو پیاده کرد، کار بسیار خوبی که موقع ایشون کرد. نیرو که پیاده کرد آقای شرفشاهی، از تمام نیروهای ایران، یعنی از ارتش، نیروی هوایی، نیروی تکاور، نیروی زمینی، سپاه، بسیج، از همه اینها نیرو پیاده کرد اونجا. خب اینا با لیزر و با ماهواره و با میدیدن که این نیرو اومده، اینا ترسیدن این کار میکنن. ولی با بحرانی که الان پدید اومده در جهان، من همین عرض کردم که گفتم فیل بودن ما شده گربه، حالا گربه بودن ما هم مطمئن باشید با این بیبخاری مردم سرزمین ما موش خواهد شد و ایران رو تقسیم میکنن و با خاک یکسان میکنن. الان داره زمیناش چیده میشه استاد شرفشاهی، یعنی اگه قطعنامه متنامه یه چیزی تصمیم بشه، یه هواپیما میرن تمام پالایشگاه ها و چه ها و منابع اقتصادی و همون کاری که با کشورهایی که دیدیم توی سالها جنگ رو بهش بردن شده، میشه با ایران و امید دیگه وجود نداره الان در برابر این. من راک میخوام بگم دیگه امشب اینو، در برابر این بیبخاری خاموش مردم که از بچه های خودشون حمایت نکردن، هیچ امیدی دیگه نمونده. بعد بیاد مشکینی رو بزنن برای شاه رئیس خبرگان، بعد بیان بازیتون بدن برای بازی کارنوال انتخابات که بیان 100 نفر عضو اسم بنویسن و تو اینا 10 نفر پرده در بیارن، تو اینا 8 نفر باشن که میخوان نون به غذا هم بیارن، ولی از قبل معلوم کی رو میخوان بذارن رئیس جمهور بشه. و این تا این حد با ذکاوت و انتلیجنت ایرانی بازی کردن، خب تقصیر خود اینا هم که تو ایران هستن و خارج هستن که بازیچه شدن و میشن شوربختان. استاد سیروس شرفشاهی خطر هست، نه برای سه تا جزیره، برای کل ایران. استاد سیروس شرفشاهی، بله، این مدک رئیس جمهوری رو که کشتن، خب این در واقع پاره افراد معتقدن که جاده رو باز کردن که پسر خامنه ای در حال تنها کاندیدای ریاست جمهوری بعد از خود رهبر و اینا باشه و خود مملکت اداره کنه. حالا آیا این مسئله در اروپا هم بازتاب داشته که
مسئله واقعی این بوده که کشتن این رئیسی علتش اینه که پسر خامنه‌ای تنها فرد باقی مونده برای رهبری بشه. استاد سیس شفشایی یک در فلسفه یک بندی داره، یک مبحثی هست میگه زکی ذکاوتمند اون کسی است که هر گلوله‌ای که حالا گلوله اون موقع نبوده، من میگم گلوله، هر گلوله‌ای که به سوی تو میاد تو قدرتی نداشته باشی مثلا فیلمایی که میسازن که گلوله رو بگیری پرتش کنی به سوی دشمن، مثل اینکه مثلا کوکتل مولوتوف نارنجک گاز اشکال چیزی میزنه بچه‌ها میتونن پرت کنن. حالا پدیده ترور رئیسی ادله زیادی است، نشانه های زیادی است، اصلا بعضی ها دارن الان مطرح میکنن که مثل خیلی ترورهای دیگه که شده، چون تو ایران که خود اینا که حاکم نیستن، خیلی از ترورهایی که شده که مثلا روسیه کرده، جیمز باند کرده، جیمز باند کارش تروره، جیمز باند کارش تروره و به نام اعلیحضرت و اولی حضرت میکنه و مداخلات افتخار میکنه بیر. یعنی کسایی که مثل علیرضا پهلوی، مثل لیلا پهلوی، اینا کسایی که احساس میکنن براشون خطرناک هست برمیدارن. حالا رئیسی الان اصلا دیگه در اومده که چون این رفته بود همپا و پایاپا، همونی که مدیر سازمان سیای امریکا زمان اوباما به ما گفت که ما میخوایم با ایران پایا پا بازی کنیم، نمیخوایم بگیم ما برتریم، این برای همین هم است که سازمان ملل امریکایی‌ها تسلیت گفتن اینا، که علکی نبود، این پلیتیک و دیپلماسی رو داشت در پیش میبرد که همونطور که ظریف گفت، ظریف اشاره کرد به اینکه روسیه و چین نمیخوان که ما درگیر بشیم با آمریکا و غرب، ولی میخوان که تو آغوششون نریم. این رئیسی رفته بود تو آغوش، یعنی نفت به اینا میداد، الان نفت ایران رو میخرن غربی ها، همشون دارن میخرن و کار میکرد بایشون، هرچی میخواستن بهشون میداد، یعنی کسی نبود که به اینا نبگه. بعد برای بریکس اینا و برای استعماری که اینا میخوان تو ایران حفظ کنن و اینا خطرناک. از اون طرف یک هفته قبل این که بکشنش، من اینجا خدمت شما گفتم فقط رئیسی و مجتبی خامنه‌ای دو نفری بودن که مجلس خبرگان از سه سال پیش انتخاب کرده بود که بین این دوتا میخواسته یکی رو انتخاب کنن. خب مسلم بدانید که بین این دوتا رئیسی انتخاب میشد، چون الان رئیس جمهور بود، امکانات مالی، سلام خوشبش با اعضای خبرگان فلان فلان، رئیسی میشد. خب از این برم اینا سود بردن. از اون طرف الان میخواستن همین جنگی که الان میخوان راه بندازن با زدنش، میخواستن بگن که چرپه آذربایجان و آذربایجان هم تا دیروز با ایران بد بود، الان یه شبه خوب شد، تو مامورای موساد هم اونجا هست، بس یه موساد داده که باز درست مثل جریان کنسولگری ایران در دمشق تنش به وجود بیارن بین ایران و اسرائیل که ایران وارد جنگ بشه با اسرائیل. خب اونم نشد، یعنی باز ارتش شاهنشاهی اینجا ذکاوت و زیرکی خودشو چه کرد. یعنی زرنگ تو دنیا کسیه که یک توپ که مترکه هر کسی به نفع خودش بتونه استفاده کنه، ولی بزرگترین استفاده رو نظام جمهوری اسلامی برد از خونه ای. یادتون نره، چون به پایان برنامه رسیدیم، همین امدره استاد چرپشایی، یادتون نره همین بازی که الان پیش اومد که اینا چند میلیون آوردن تو خیابون، دقیقاً 40 سال پیش با انفجار حزب جمهوری اسلامی که در همین تیر ماه بود اتفاق افتاد، باز همه فکر میکردن 120 تا از ایران رهبران ایران کشته شدن، ولی اینا 8 میلیون آوردن تو خیابون 40 خورده سال پیش. بعد رجایی با آنها هم که کشته شدن باز استفاده کردن از خون، اینا خون استفاده کرده و میکنن. بله، بسیار ممنون از شما، مطالب جالبی که در این برنامه در حال عرضه کردیم، مثل همیشه از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. سپاسگزار از شما استاد چیز شرفشایی، سپاسگزار از کارگردان برنامه، با امید دیدار. بسیار ممنون. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت، همراه آقای دکتر قرقز دوست، سیاوش عبستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درودی دیگر.